اگر شکر کنم که امروز جناب رئیس جمهور تشریف میارن و به خاطر است که مقتدیا بسیار کم دیده میشوند و درست است که اوضاع امنیتی ایجاب میکند که یک کمک وری احتیاط شود، ولی نه به حدی که مسجدی که همه جا پر میشد، برون دعا پر میشد، جا پر میشد. امروز مقتدی های ما اکثرا میمانای عزیز ما هستند. در آینده خواهش معمیست که نباید تشریف آوری جناب رئیس جمهور یا هر بزرگ ما باعثی از این شود که مردم به مسجد به نماز آمدن نتوانند. باید که مردم بسیار با شوق و علاقه حتی همه جا پر شود، رئیس جمهور شده میبینند. تو کاری خدا بکو، تلاشی خدا بکو، مرم تلاشی بکو، هر کس که میاید وظیفه امنیتی خود انجام بده، لکن برخوردت به قسمی نباشد که تو مردم عین ده فلان جای ایستاد بکنی مردم به نماز آمدن نتانند. این بسیار کلان فعول است. ما خود یک انسان صریح هستم، اینجا که انسان بالا شد غیر از حق، بالا خدا دیگر، او باید کلمه حق را بگوید. به این شکل روش خوب نیست. به هر حال وزم دیادر یا عزیز ما فرمایش دادن که خطبه را شروع کنی، نه فرمایش پیش ایجا حاکمیت ماست، ایجا پادشاهی ماست، تو نمید هرگیز هرگیز کاری خدا میکنیم تا وقتی که یک ثانیه من میمانه صحبت میکنیم. چرا نماز فرمایشی؟ نه، ایر الله بالا، الله ما با ما میگه نماز بخوان. کسی دیگه با خدا نماز میخوانیم. وقت دوام دارد، حسب معمول هیچ امکان ندارد که امپراتوری روی زمینم بیار ما در وقت فرق بیاریم قطعا. و من این چیز و ان المساجد لله، مساجد از خداست، فلا تدعو مع الله احدا، هیچ کس حقی دخالت در اونجا ندارد. ما از خود برنامه داریم، برنامه ما پیش میره، برنامه شما پیش میره دیگه. خواهش میکنم که در اینده پرزه و پرزه پرانی تانه دیگه در کلام جای دیگه که میکنیم در اینجا بسیار با ادب باشیم. از ما فقط اطاعت همگی ما و شما از منبر است اینجا و از خدا و رسول است.